یک کلمه را و یک جمله را برای شما میگم. پیروز در جنگ یا کامیاب در جنگ، ناکام اصلی است راستی براتون بگویم. بالای کی پیروز میشین؟ بالای کی موفق میشین؟ بالای مردم خود؟ بالای قبرستان ها؟ بالای هدیره ها؟ حکم روایی سر کی خواد کردن؟ امیر حزب اسلامی و امیر وطن بالای کی خواد شدن؟ بالای تمام بیوزنا؟ بالای یتیمان؟ بالای اطفال بیچاره مظلومه که توسط از این راکت های کور زده میشه و دستشان قطع و گردنشان قطع و زانویشان قطع؟ بالای از این حکم روایی کردن باز ما بگویم که ما کامیاب هستیم، ما پیروز هستیم و باز افتخار بکنیم؟ از این کده ناکامی بزرگ دیگه وجود ندارد، از این کده شکست بزرگ دیگه وجود ندارد که آدم سر عشق یتیمان و آه و ناله و زجه و فریاد بیوزنان حکومت بکنند، آدم سر خرابه ها، آدم سر قبرستان ها، سر استخوان های عزیزان و دلبندان و برادران و پدران و مادران و خواهران خیش حکومت بکنند. همی جنگ را پیروزیش میخواین و شعار همیست که ما جنگ را تا آخر ادامه میدیم، جنگ را تا آخر ادامه میدیم، تا یک افغانم که باشه ادامه میدیم. این کامیابیست در جنگ شما بره با بکنین. عزیز و پدر و فرزند و دلبند خود را از بین بردن و بر غم و اندوه و ناله و فریاد از او حکومت کردن و باز آخرش هم بگوییم که ما جهاد را بردیم، ما جنگ را بردیم، ما پیروز شدیم، هیچ کس زیان نمی بینه غیر از افغان. پاکستان زیان نمی بیند، عربستان سعودی زیان نمی بیند، آمریکا زیان نمی بیند، هیچ کشور خارجی زیان نمی بیند، شوروی هم زیان نمی بیند. اگر دیروز در اینجا عسکرایش وجود داشت، اونا هم رفتن به وطنشان. این فقط صرف افغان است و وطن افغان است و خانه افغان است که زیان میبینه. بس از این خاطر است که خونی پدران و نیاکان شما میر مسجدی خان و میر درویش خان بابا قشقاری باید در رگ و پوست و خون و استخوانتان دوباره به جوش بیاید. خانه کی ویران میشه؟ سلاح از ما نیست. کدامش در اینجا تولید میشه بگو؟ به شمول کارتوشش اینجا تولید میشه؟ خواد بگوی که نجیب تو هم میگیری سلاره. من دمی صحبت با شما که باز بسیار نام کشید که گفتم من از یک کافر میگیرم، خودت از 20 کافر میگیری. فیصله کردیم که بیاین کل سلاها را کوت میکنیم، با اونام میتیم با اینام میتیم، این سلاها را پس دوباره گیچه میکنیم، مسترد میکنیم و از شقیقی مردم افغانستان تفنگ بیرون میکنیم و میگذاریم آزادی را برای مردم افغانستان که انتخاب بکنه که کی کیست و پیشتر کی میره. وطن ما را ویران ساختن، خانه ما را، خانه فامیل ما را که در زیر سقفش زندگی میکنیم ویران شد. براتان میگم که یکی ما ایمان برده نمیتانیم، بعد از اینکه از این وطن عشق و محبت نورسیدیم. خاک از این وطن مردم سرما میساختن، به چشم خیش میزدن، ولی با این خاک افغانستان چه صورت میپذیره؟ تو پدران و نیاکان ما که در سه جنگ افغان و انگلیس پیروز شدن، تو در برابر اسکندر کبیر که پیروز شد، که یکی از دوستان ما در اینجا گفت اونا از خود ننگ و شهامت افغانی اتحاد و وحدت و اتفاق ملی و تاریخی داشتن و اسلامی داشتن، اونو را زنده بسازیم. من نمیگم که بین ما ملامت و سلامتی وجود ندارد، مگر وقتی که من شوروی رو گفتم که از اینجا بیرون برای خود، تو هم دیگه ده پاکستانی رو خود اجازه نتی، دیگه عربی رو خود اجازه نتی، دیگه اینجا جنرال امریکایی رو خود با خود نبیار و مشاور امریکایی رو خود با خود اینجا نبیار که باز من یکی از ولایت ها دستگیرش کنم، رو خود با خود در اینجا نبیار.
میشینیم بین هم دیگر زانو به زانو مذاکره میکنیم، مفاهمه میکنیم، یا تو ملامت میشی یا ما ملامت میشیم. همین چیزی که دوستان ما گفت که برای خدا دروازه توبه است، برای شما دروازه ناقه است. اگر ما ملامت شدم ناقه میتون برای شما، اگر رفقای ما، اگر حزب ما و اگر دیگران ملامت شدن باید ناقه بده، ناقه رو نمیخواییم. سر تمام کدورت ها و دشمنی ها سنگ بزرگ میگذاریم برای ازی که والا کردن ازی کدورت ها و حساب ها و محاسبات جنگ ما را حل و فصل نمیکنه. اثر نو در صلح و صفا و صمیمیت شروع میکنیم و خدمتگار یک دیگر و خدمتگار